با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام به همسفرهای خوب و دوست داشتنی خودم، همراهان عزیز. همچنان در شهر نیشابور هستیم و آخرین گزارش این شهر رو تقدیم نگاه مهربانتون میکنیم. در گزارش امروزمون قرار موزه حیات وحش شهر نیشابور رو بهتون معرفی کنیم و آشنا بشیم با گونه های حیوانی که در این شهر زیست میکنن، پیرامون این شهر در واقع در کوههای اطراف و دشتهای اطراف نیشابور. آشنا میشیم با موزه حیات وحش نیشابور. بسم الله الرحمن الرحیم. من حسین حصاری هستم، کسی هم که اولین موزه حیات وحش خصوصی رو در ایران احداث کردم در کاروانسرای شاه عباسی. این مکانی که ما موزه زدیم در نیشابور هست، داخل کاروانسرای شاه عباسی، که داخل کاروانسرا تعداد صنایع دستی های بسیار خوب، به اصطلاح هنرمندان قوی، از جمله معرق‌کاری، گیوه دوزی و همچنین کارهای خیلی بهتر توی این کاروانسرا انجام میشه که در یک ضلعش ما اولین موزه رو احداث کردیم. موزه ما دارای 450 گونه حیوانات پستانداران و خزندگان و پرندگان هستش. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ خسته نباشید. ایشون همسر منن که 35 سال ما توی ایران و خارج از ایران با ایشون شکار میرفتیم و الحمدلله تا الان کار رو به اینجا رسوندیم که اولین موزه رو احداث کردیم. این موزه مایه که حیوانات حدود 35 سال ما جمع کردیم، آوردیم اینجا در این کاروانسرا، چیدمان کردیم و برخلاف موزه های کشور 4 فصل رو هم پیاده کردیم. اینجا طاووس هستش که به اصطلاح ما از هند آوردیمش و به صورت تاکسیدرمی نر و مادهش رو گذاشتیم. میریم قسمت غرفه هامون. این غرفه اولمون غرفه بهار هستش که میتونین قشنگ شما از نزدیک ببینید. اینجا خیلی جالبه، من یک حیوانی که بسیار زیباه که مردم عزیز کشورمون پی ببرن به نقاش اصلیش که خدا هستش و طبیعت ببینن، اون به نام قرقابل بلژیکی بسیار زیبا، یا اون توتیا بسیار زیبا که خداوند چه نقاشیه و چه درست کرده و چه آفریده. میریم غرفه بعدیمون. این غرفه بعدیمون دیگه بهار داره تمام میشه، آخر بهار هستش که حیواناتی که همشون تو آب زندگی میکنن هستش، مثل به اصطلاح قاز اردک کله سبز کانادایی و همچنین اونجا ما یک دونه خفاش بزرگ داریم که شاید بیننده ها نتونسته باشن تا حالا خفاش به این بزرگی رو ببینن، میتونن در این غرفه ما ببیننش. اینجا غرفه تابستون ما هستش که تازه داره دیگه رو به تابستون میریم، که روی ارتفاعات هنوز برف هستش، مردم عزیزمون میتونن از نزدیک ببینن. جالبه که دو تا از حیوانات توی این غرفه رو ما معرفی کنیم به مردم عزیزمون. یکی این کبک دریه که بسیار بزرگ اندازه یک بغلمون هستش، دو تا این حیوان شکاری، پرنده شکاری هستش به نام شاهین که کشور عربی روی اینا خیلی مانور میکنن، اون دو تایی که اون گوشه گذاشتی میشون. اینا حیواناتی هستن که واقعا ارزشمنده. اون غراب 80 سانتی، ما شلاق سیاه به نام غراب 80 سانتی کمتر دیگه الان میتونن کسی ببینن. این غرفه دریای ما هستش با حیواناتی که توی دریا زندگی میکنن. جالب اینه که واقعا یک حیوانی به نام فلامینگو که خیلی بسیار حیوان زیبا و هر کس فکر میکنه که بالای اینا رو رنگ کردن. این بالای این غرفه ما 3 نمونه قوچ اوریال گذاشتیم
که قوچ اوریال ما دیگه داره واقعا کم میشه، بس که شکارچی زیاده تو این کشور دیگه میزنن نمیذارن به ریش بلند و اینا برسن و حتی در دنیا قوچ اوریال ما معروف است. اینجا دیگه داریم یواش یواش رو به پاییز میرسیم. تعدادی پرنده هایی که توی پاییز زندگی میکنن هستش. دو سه تا نمونه پرنده خارجی هست به نام قرقاول های بلژیکی یا خارجی که اینجا گذاشتیم، اونم قرقاول ایرانی خودمون هست. حالا میریم قسمت کویرمون، حیواناتی که توی کویر زندگی میکنن. اینجا کویرمونه که حیواناتی داریم مختص کویر هستن. جالبه که اینجا باز بینندگان عزیز ببینن ما اینجا یک پرنده داریم به نام علمیش با غرغره شکارچی ها بهش میگن سینسیا. این حیوان بسیار حیوان با معرفت و خوبیه. اگر آب اینجا باشه لانش در اینجا درست نمیکنه، حداقل 10 کیلومتر میره اونور لانه میکنه. وقتی که ماده اینجا نر میاد آب ببره بره جوجاش، زیر دو تا کتفش دو تا گودی کوچولو داره میزنه تو آب. این آب رو 10 کیلومتر میخواد ببره بره جوجاش. شکارچی ها یا ماها اینا رو حیوانا رو در اینجا میزنیم، اونجا 5-6 تا جوجه از تشنگی و گشنگی میمیرن، خود مادر یا پدرشون هم اینجا میمیرن که اون گوشه اون ور گذاشتیم میتونن بینندگانمون ببینن. این غرفه غرفه زمستان ما از تعداد حیوانات و پرندگانی که در زمستان دیده میشه ما اینجا به نمایش گذاشتیم. جالبه که بینندگان عزیز این پرنده جلو رو ببینن، این دورنایه. این دورنای ما داره دیگه از بین میره، بس که شکارچی های با معرفت زدن دیگه نسلش نیست. زور بزنه تو ایران ما اگه 10-15 تا پیدا بشن بیشتر دیگه دیده نمیشن. میریم یه غرفه دیگر ما اینجا داریم، غرفه ای که ما برای عشق دلمون ساختیمش، هم آبیه هم خشکیه هم کوهستان هم جنگله که میتونین بینندگان ببینن و ما در خدمتشون انشالله باشیم. هر وقت میان نشابور حتما بیان اینجا رو ببینن. که اینجا ما یک حیوانی داریم به نام خدنگ کوچک یا خدنگ. این حیوان سدسازه. اگر دیده باشین توی جایی که رودخانه هستش، این حیوان چوبا رو جمع میکنه میاد سد درست میکنه که بتونه شنا کنه و ماهی بگیره. اینجا که ما اومدیم این جنگل ما هستش، تعدادی حیوانات گیاهخواران حلالگوش و درندگان هستش، پلنگ و گرگ و کفتار و همچنین کرکس هستش که میتونین بینندگانمون ببینن اینجا رو و پی ببرن به قدرت خداوند و زیبایی جانداران. خیلی جالبه من همینجا توی این جنگلمون خطاب به شکارچی ها بگیم که واقعا من اکثرا میشناسن. حدود 35 سال من شکار میرفتم و شکار تو ایران خارج از ایران رفتم، شکارچی ها من میشناسن. خدا وکیلی اینقدر ما رفتیم خیانت کردیم جنایت کردم که دیگه توبه کردیم، سرمون به سنگ زمانه خورد دیگه برگشتیم. و جالب اینه که بعد از این که برگشتم زندگیم وقف این حیوانات کردم که اولین کسی هم که مجوز پارک حیات وحش در ایران رو گرفتم. 4.5 سال ما دوندگی کردیم تا تونستیم موافقت اصولی اولین پارک رو بگیریم. و خیلی من خواهش میکنم از شکارا این صحبت من داشته باشن، واقعا بیان اسلحه ها رو بذارن کنار، ضربه نخورن، چون که واقعا شکار کردن ضربه میخوره انسان. ما شکارچی ها 3 تا مشکل داریم. اول خودم رو میگم عذر میخوام از تمام شکارچی ها، انسان های واقعا بی‌عاطفه هستیم، این اولش. دوم به مرگ طبیعی نخواهیم مرد. سوم در زنده بودنمون ضربه فنی میشیم. و من خواهش میکنم اسلحه رو بذارن کنار، بیان دوربین بگیرن دستشون، ببینن با دوربین بیشتر لذت بردن یا شکار. جالبه که واقعا شکارچی ها بفهمن این حرف منه، ببینن این قوچ و میش و کله بزه که اینجا ما داریم میبینن، خدا وکیلی گوشتشه وقتی میذارن داخل یخچال دیگه مزه گوشت نمیبرن، چون که یه حیوان همش استرس فرار داره، گوشتش خوشمزه نیست. فکر نکنن خوشمزه، بهترین گوشت همین گوشت گوسفند اهلی خودمانه.
من خانم اشراقی هستم، همسر آقای حساری. 35 سال شکارچی بودم که نزدیک 20 سال توبه کردیم. دیگه تمام این شکارهایی که شما پرنده رو میبینید بیشترش خودم شکار کردم. تاکسی درمیش کار خودمونه، شکاراش کار خودمونه و من خیلی علاقه به مار دارم، یعنی از مار نمیترسم. خیلی از خانوما از موش و مار میترسن، اما من حتی موش تو دستم گرفتم اووردم دادم به مارا خوردن، که حتی تو آستین دستم مار رفته. اینا همه صحنه‌های خوب بوده که من علاقه داشتم. این مار که میبینی کفچه مار بهش میگن یا مار کبرا بهش میگن. نیش خیلی زهرش قویه، قلابای زهر جلوی مارایی داریم به نام شطوری آتشی. اینا مارای نیمه سمیه، قلابای زهرشون عقب دهنه، جلو دندوناشونه. مارایی داریم غیر سمیه که بهش میگن تیرمار. حالا از زمانی که توبه کردیم حس خیلی خوبی داریم، چون باور کنید زمانی که شکار میرفتیم درست یک حسی داشتیم که شکار میکرده، اما توبه کردنش که توبه کردیم بیشتر حس خوبی داریم. شکار واقعا کار خوبی نیستش، واقعا کار خوبی نیست. دوست دارم شکارچی ها اگر حرف منو میشنون، گوش میدم، فیلم منو میبینن، شکار نرن، چون خوب نیست. پرنده‌ای که الان شما نگاه کنید قدرت خدا رو پی میبریم. در اینجا که من خودم وقت تنها هستم باور کنید قرصه به قرصه که نگاه میکنم بیشتر به قدرت خدا پی میبرم، بیشتر دوست دارم خدا را که میبینم چطور خدا اینا رو آفریده و من میرفتم اینا رو شکار میکردم. چی کار اشتباهی بوده کار من. با حیات وحش شهر نیشابور در گزارش امروزمون آشنا شدیم و به گفته آقای حساری چقدر خوبه که شکارچیان تفنگ‌های شکاری خودشون رو زمین بذارن و دوربین‌های عکاسی رو دست بگیرن و با این دوربین‌ها شکار کنن صحنه‌های بسیار زیبای حیات وحش رو. در همسفر بعدی همراه ما باشین، چرا که قراره به شهر و دیار دیگر از ایران زمین سفر کنیم و جاذبه دیگر از ایران زمین رو تقدیم نگاه مهربان شما عزیزان بیننده و همراهان عزیز. همراه ما در همسفر باشین.